پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هیچ نعمتی بعد از نعمت ایمان معادل نعمت همسر صالح نیست، زوجه صالح نیست، برعکسش هم صحیحه. هیچ نعمتی برای زنم معادل نعمت مرد مؤمن و صالح بعد از نعمت ایمان نیست. قدر زندگی هم دیگر رو بدانیم. طلاق راه حل نیست، طلاق آخرین راه حله، راه حلی که دیگه هیچ راهی براش وجود ندارد مگر با طلاق، اون یه بحث جداگانه هست. قدر این سرمایه ها را بدانیم. اگر شوهری از همسرش راضی باشد، اون زن بهشتیه. بهترین زن در دیدگاه اسلام زنی که نماز پنج وقتش، روزه رمضانش، عبادتهاش انجام بدهد. اگر شوهرش بهش نگاه کرد خوشحال بشود، اگر شوهرش بهش امر کرد دستور داد اطاعت بکند، اگر شوهرش رفت مسافرت و غائب شد در دو چیز اونو حفظ کند، در عفتش و در فراشش و در مالش. این کاملترین زن است. این زن روز قیامت از هر دری از درهای بهشت که میخواهد وارد میشود. مردم باید واقعا فرشته باشد. خداوند میگه الطیبات و للطیبین و الطیبون للطیبات. زنهای پاک برای مردای پاک، مردای پاک هم برای زنهای پاک. کاری که عامل فتنه و بددینی هست باید اجتناب بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا مواضع التهم، از موضع تهمت فاصله بگیر تا بدبینی ایجاد نشود. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم با صفیه همسرش در تاریکی شب در کوچه مدینه ایستاده بود. صحابی آمد نزدیک، اینطوری صورتش آورد نزدیک، نگاه کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم با زنی ایستاده. یک دفعه سرش انداخت پایین، با دو از اون محل دور شد. پیامبر همسرش رها کرد، دنبالش دوید، گفت عباد الله عبدالله بیست، عبدالله بیست، ای بنده خدا بیست، چرا می دوید؟ این همسرم صفیه است. گفت یا رسول الله من دلم نسبت به شما خراب می شود. گفت الشیطان و یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در مجرای خون انسان حرکت می کند. خواستم که بگم این همسرم صفیه است. بعضی از خواهرای بزرگوار نسبت به مرداشون بدبین میشن، حرکت های انجام میدهن که سبب بدبینی میشود، سبب بی اعتمادی میشود. بعضی از خواهرای بزرگوار میگن که قبلا شوهرم کل مال و چک و هر چی داشت دستم میداد، الان چند مدتی که فقط همون خرجی محدود خونه دستم میده، اعتمادش سلب شده. علت دارد، شاید امانتدار خوبی نبودیم، شاید خواهرم کوتاهی کرده، مرد به تو خوشبین بوده، به تو اجازه داده، هی فمیل کردید، از اجازه سوء استفاده کردید. الله اعلم. نمیشه یک جانب قضاوت کرد، نمیشه یک طرف قضاوت کرد. مسائل مشترک باید دو نفر روبروی همدیگر بنشینن، پیش مشاور بروند. خواهری نسبت به شوهرش مشکوک میشود، اگر شوهرش خوابید موبایلش را چک میکند، همه شماره هایش یکی بعد از دیگری چک میکند. اگر تو دستشویی یا حمام است موبایلش زنگ خورد، بلافاصله به طرف موبایل نگاه میکند که این موبایل کیست، با چه کسی ارتباط دارد. اگر پیراهن و شلوارش در آورد روی جالباسی گذاشت، استراحت کرد، تو جیبش میگردد، نامی باید سوال کرد. موبایل اسرار مردم توشه. بعضی از دوستان موبایل دست میدید، مشغولید، دست تمیز نیست، وقتی میبینی که شماره ها تو چک داره میکنه، تو اجازه گرفتید؟ چقدر اسرار خانوادگی تو این موبایل است؟ کل اسرار زندگی انسان تو این موبایل است؟ پس زنی که نسبت به شوهرش بی اعتماد شده، وقتی شوهر بیرون میره 100 تا جاسوس گذاشته برای شوهرش، زن میزنه پشت سرش، پیش شما نیامده؟ تو مغازه نیست؟ کجاست؟ حتما رفته، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. شوهر خبرش میشود، از کانالی بهش میرسد که زنش دنبالش داره مخبری میکند. این دیگه آرامش از زندگی میرود. زن باید عاقل باشد، زن باید شوهرش را از تو منجلا بیرون بکشد. زنهایی داریم که شوهراشون معتاد شدن، باور بکنی به هر دری زده که شوهرشون نجات بده، شوهر معتادش که برش بگردونه تو خانه بخواباندش، همین استخوان خشکیدهش به عنوان یک سندی برای بچه هاش باشه، از دوا و دکتر و دارو و مشاور و. اما بعضی خواهرا مفت همسرانشون از دست میدن، با عشق و علاقه به هم با هم ازدواج کردن، با بدبینی، با حرکات های نادرست، با حرفایی که نباید بزنه. یک داستان استادی تعریف میکرد درباره زن کاملی ازدواج کردن که لباس نیست که دکمش باز بکنید نشد میرم، باید زندگی رو ساخت، باید مشکل رو حل کرد،
هیچ مشکلی نیست که حلی نداشته باشد، به شرطی که ما خواهان حل مشکلاتمون باشیم. بالاخره زندگیشو دوست داشت، با این همه کتککاری میفهمید که خانه پدر یک روز دو روز، زنی که از خانه پدر رفت بیرون رفت خانه مرد، دیگه تو خانه پدر برگشتی ندارد و جاش نمیشود، دیگه احساس حقارت میکند، دیگه احساس میکنه که اونجا اضافیه. خواهرم باید با این دید نگاه به زندگیت بکنید، نه این که با کوچکترین مشکل، با کوچکترین نصیحت شوهر چادر رو بردارید یالا طلاقم بده. الان ابزار زنها همین شده، با کوچکترین مشکل و سختی تو زندگی یالا طلاقم بده، یالا طلاقم بده. طلاق حل نیست. ببین این خواهرت، ببین این زن مسلمان، این زن قاعده فهم، هر شب کتک کاری، اما میگه همین کتک باز از خانه پدر بهتره که بر بگردم. امید دارم که یه روزی اصلاح بشود. پایان شب سیاه سفید است. گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. از صبر و ضیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسی که به خاطر خدا صبر کنه بر سختی زندگیش، خدا راهی رو برای نجاتش و هدایتش چه مهیا میکند. اگر زن واقعا به مردش برسه، اگر احترام متقابل باشه، مرد داره درآمد در میاره که بده دست همسرش، همسرم این مال خرج زندگی خودمون بکن، خرج خانواده تم بکن و تا دلت هم میخواد خیر بکن تو آزادی. هستن بعضی مردا که چنین اختیاری به زنهاشون دادن یا ندادن، ولی بعضی مردام گفتن این پول حق نداره یک قران دست بزنید.